تقسیم بندی بعدی بر مبنای زنجیره سینماتیکی هست که ما دو حالت زنجیره سینماتیکی باز و بسته رو داریم. در زنجیره سینماتیکی بسته هر کدوم از اعضای مکانیزم حداقل به دو عضو دیگه متصل هستند. این دو شکل رو ببینیم. این مکانیزم چهار میله‌ای هست دوباره و باید توجه کنیم که اینجا یک لینک زمین هم داریم، یعنی اتصال این دو تا تکیهگاه یه لینکی به نام لینک زمین یا لینک ثابت به ما خواهد داد و اون وقت می‌بینیم که هر کدوم از لینک‌ها حداقل به دو عضو دیگه متصل هستند. این هم یک مکانیزم صفحه‌ای دیگه است به نام مکانیزم تیری آر پی آر. در این مکانیزم هم اگر ما تکیه‌گاه‌ها رو به هم متصل بکنیم، همون عضو ثابت یا عضو زمین تشکیل خواهد شد و بازم می‌بینیم که هر کدوم از اعضا حداقل به دو عضو دیگه متصلن. این مثلث که بهش مجرا نهایی گفته میشه، می‌بینید که حتی به سه عضو متصل هست. به این مکانیزم‌ها با زنجیره سینماتیکی بسته مکانیزم‌های موازی هم گفته میشه. خب در برابر این مکانیزم‌ها ما مکانیزم‌های با زنجیره سینماتیکی باز رو داریم که طبیعتاً تو این حالت ما حداقل یک عضو داریم که فقط و فقط به یک عضو متصل هست. شما اینجا اگر لینک زمین دوباره در نظر بگیرید، می‌بینید که این عضو انتهایی چون به زمین متصل نیست، فقط به یک عضو دیگه متصله و این میشه زنجیره سینماتیکی باز. پس ما حداقل یک عضو داریم که فقط به یک عضو دیگه متصل است. به مکانیزم‌های با زنجیره سینماتیکی باز مکانیزم‌های سری هم گفته میشه که اینجا ربات پوما رو هم می‌بینید جزء به مکانیزم‌های سری هست. حالا زنجیرهای سینماتیکی باز و بسته هر کدوم مزایا و معایبی دارن که اگر بخوام به یکی دو موردش اشاره بکنم، مکانیزم‌های با زنجیره سینماتیکی باز معمولاً فضای کاری بیشتری دارن، اما مکانیزم‌های با زنجیره سینماتیکی بسته از نظر دقت ترجیح دارن بر مکانیزم‌های باز. Thank you.